زنهای ایرانی سال هاست که از سینما تا تجارت و از دانشگاه تا مدیریت در بخش مختلف جامعه حرفای جدی و تازه برای گفتن دارن. وقتی که پای ورزش به میون میاد، زنها لیستی بلند بالا از مدالهای خسرنگ در تاریخ ورزش ایران ثبت کردند و عملکردی به شدت درخشان دارند، به خصوص وقتی کار به تفنگ و سیبل تیراندازی میرسه. الهام هاشمی، نرجس امامقلی نژاد، ساره جوانمردی، مهلقا جانبزرگ، الهه احمدی و نجمه خدمتی تنها چند ستاره از آسمون درخشان تیرانداز ایران هستند. زنانی که یکی بعد از دیگری تفنگ رو در دست گرفتن و مرزهای افتخار ورزش ایران رو جلو و جلوتر بردن. اما اینجا آخر داستان نیست. نسل تازه دختران ایران تو سالن‌های تیراندازی دارن ظهور میکنن و آروم آروم تبدیل به ستاره های جدید آسمون ورزش ایران میشن. یلدا سلیمانی یکی از همین دختراست. دختری که تو نوجوانی شونه به شونه قهرمانان صاحب نام تیراندازی ایران ایستاده و حالا دنبال شکار مدال‌های بیشتر و کسب افتخار برای ایرانه. یلدا جان سلیمانی، درود بر شما. ممنون میشیم که یکم از خودتون بگین، از اینکه کجا متولد شدین، در چه تاریخی، فرزند چندم خانواده هستین و اینکه رابطتون با درس و مدرسه چطوره؟ من فرزند دوم خانواده هستم و متولد 1385 هستم و اینکه یک دهه 85 سر این اسم یلدا شده، اینم گفتم بگم. و اینکه ارتباطم با دست خوبه، خدا رو شکر معلم‌ها راه میان. چی شد که به ورزش تمایل پیدا کردین؟ به ورزش من رشته اصلیم کیک بوکسینگ بود، بعد به خاطر سری از مسائل، حالا شکستگی و پا و اینجور چیزا، مربی کیک بوکسینگ گفتن که یه ورزش دیگه هست به اسم تیراندازی برو اون یکم آرامش بگیر اون چیزا، دیگه اومدم دیگه موندگار شدم دیگه. چون خودم هم به ورزش خیلی علاقه دارم، خودم هم ورزش انجام میدادم، باشگاه فرستادم هم برادرش و هم اینو، جفتشون باشگاه میرفتن که یلدا تو کیک بوکس بود و مدال هم میآورد، اونجا هم خیلی موفق بود تا اینکه تیراندازی رو به هم معرفی کردن. زمانی که داشتی تیراندازی رو انتخاب می‌کردی با خانواده به چالش خاصی برخورد کردی؟ نه، اتفاقا خانواده خیلی همکاری می‌کردم و اینکه بعضی موقعا که مثلا خودم کم می‌آوردم خانواده هور می‌داد که نه تو باید بری، یعنی با زور خانواده یه جورایی هم شد که من خیلی حرفه‌ای الان شدم. بعضی مسابقات می‌بینی نتیجه نمی‌گرفت، به هم می‌ریخت، بعد آرومش می‌کردم، صحبت می‌کردم باش، یا بعضی جا مثلا اذیت بشه جایی، این داستان بود دیگه، بالاخره چالش همیشه هست. خودت رو در این سطح از پیشرفت میدیدی اینکه در تیم ملی حضور داشته باشی؟ من آرزوی کل ورزشکاره اینه که وقتی که حالا هر ورزشی رو شروع میکنن اینه که وارد تیم ملی بشن. وقتی که خب من یه حالت چیز بود که آره مثلا دعوت میشم دیگه، ولی آنچنان جدی نبود، ولی با فشارهایی که خانواده آوردش دیدم که نه، رکوردام بالایه و میتونم اصلا خیلی بیشتر از تیم ملی بخوام پیشرفت کنم. یه دختر جنگجوه، دختر چیزی نیست که آروم بشینه فلان، یه دختر جنگجوه و کم نمیاره. بدون شک اولین ها همیشه تو خاطر میمونه. خاطرت هست اولین مدالی که خیلی شاید براش تلاش کردی یا چالش‌های خاصی رو پشت سر گذاشتی و اون پیروزی که به دست آوردی یک جنس شیرینی دیگه ای رو داشته، اون رو خاطرت هست برامون تعریف کنی؟ من خاطرات اندونزیم هست که همین چند ماه پیش برگزار شد و اینکه خب خیلی تلاش کرده بودم واسه مدال یا اصلا واسه اینکه من اون لحظه بخوام اونجا باشم، و اینکه زمانی که رکورد زدم و به عنوان نفر اول وارد فینال شدم، اون لحظه فقط داشتم این فکر میکردم که خیلی تلاش کردم، من توی بدترین شرایط ادامه دادم و اینکه حقم بود که بخوام مدال طلا رو بگیرم، و اولین خودمونیم بگم خیلی بهم چسبید، یعنی خیلی بهم چسبید، حتی خیلی بیشتر از این که خب کسایی که مثلا اول مسابقات نفر اول کشوری میشن یا وارد تیم ملی میشن خیلی بهشون میچسبه، ولی این تلاشه و اون چیزا این خیلی بیشتر بهم چسبید که حقم بود. دوست دارید که یلدا رو چه در حوزه ورزش چه در زندگی تو کدوم نقطه ببینینش؟ قطعا پدر مادر رو رویایی دارن برای فرزندانشون. 100%. من کلا از همه اول که یلدا رو اصلا
بچه‌ها رو کلا وارد ورزش کردم. قبل از ورزش رو اخلاقش رو خیلی تاکید داشتم که دوست داشتم یه ورزشکار یه قهرمان پهلوان باشم. فقط نمیخوام که فقط برن یه جام مدالی بیارن و بهبهی بکنن، دوست دارم ماندگار باشه. قهرمان موندن خب سخت‌تره، منم سعی میکنم که به اونجا برسونم. برنامه‌ت بر آینده چی از برنامه آینده‌ت به همون میگی؟ برنامه هر ورزشکار اینه که وارد المپیک بشه و بتونه اونجا مدال طلای المپیک رو بگیره و خب هدف من اینه، ولی فعلا هدفم کسب سهمیه است و بتونم انشالله وارد مسابقات المپیک بشم و بتونم اونجا مدال برای کشورم بگیرم. ما آینده خیلی روشنی براش متصوریم و فکر میکنیم جز شانس‌های کسب سهمیه المپیک باشه تا سال آینده و همچنین با توجه به اینکه یه تیرانداز نوجوان هستش، فرصت خیلی زیادی برای موفقیت‌های آسیایی و جهانی داره. دوست داری خودت رو در تیراندازی تو چه نقطه‌ای ببینی؟ من همیشه به این فکر می‌کنم که مقام آوردن و حالا طلا آوردن، حالا چه تو المپیکش حالا توی جاهای دیگه، این مهمه، ولی اون روحیه است که همیشه تو یاد همه میمونه. حتی حالا بعد حالا مرگ حالا هر ورزشکار اینه که تو خاطرها همیشه میمونه و من سعی میکنم این اخلاقم رو بیشتر حفظ کنم تا حالا مدال اون چیزا. در این مسیر قطعا الگویی داشتی، الگوی تو کی بوده؟ الگوی من از همون اول که وارد شدم، یعنی وارد اون چرخه حرفه‌ای شدم، الگوی من خانم الهه احمدی بود و اینکه خیلی خوشحالم که تونستم با ایشون توی تیم قرار بگیرم. چون مثلا همیشه آرزوم بودش که مثلا میرم تو مسابقات کشوری مثلا ببینمش، مثلا بهش سلام کنم، مثلا باش عکس بگیرم چیزا، و الان خیلی خوشحالم که اصلا میتونم باش هم صحبت بشم و اینکه توی یه خط با هم دیگه واسه تیر بزنیم. از زمانی که وارد تیراندازی به صورت حرفه‌ای شدی، به لحاظ هزینه آیا چالش خاصی رو باش مواجه بودی؟ خب اکیلم نه یه صحبت نه. خب چرا، هزینه های تیراندازی خیلی بالاه و اینکه واسه خانواده من هم خب سخت بود، چون که هزینه ها واقعا جوابگو نبود، ولی خب به کمک مربیم که با هم را اومد و اینکه از پدرم ممنونم، چون واقعا خیلی واقعا میدیدم که از خودش میزد و مثلا واسه ما هزینه میکرد، چون هم من وارد تیراندازی شدم هم برادرم، و اینکه از خودش میزد و میدیدم که چیزی که واقعا احتیاج داشت و نمیگرفت و واسه ما هزینه میکرد، و از همینجا از پدرم ممنونم. حتی شده بود صبح من میآوردم فدراسیون تمرین میکرد، تا ظهر میرفت استراحت میکرد، بعد از اون میبردم اکباتان باشگاه پاس، اونجا تمرین بدنسازیشو میکرد. خیلی دوست داشتم که بره بالاتر، یعنی خودم یه جورایی دوست داشتم موفق باشه. اگر بخواین یه جمله بهش بگین اون چیه؟ یه جمله، ادب و سرلوح زندگیت قرار بده. فقط ادب، من رو ادب خیلی تاکید دارم، ادب و سرلوح زندگیش قرار بده، میخواد موفق باشه همیشه تو قلبا بمونه فقط ادب. اگر که بخوای از کس یا کسانی تشکر بکنی اونا کیان؟ اول از همه خانواده‌ام که واقعا برام سنگ تمام گذاشتن، چه پدرم چه مادرم، و اینکه دوم از مربیام تشکر میکنم، مربیایی که حروف الفبای تیراندازی رو بهم یاد دادن و مربیایی که در ادامه بهم کمک کردن، مثل خانم طالبی، آقای شهسواری، خانم نقیلو، و از همینجا دست تک تکشون رو میبوسم. و سوم از یه جورایی رقبا هم که نمیشه گفت، اون کلمه نمیاد، از اونا تشکر میکنم، یعنی خب از رقبا تشکر میکنم، چون اگه اونا نبودم من نمیتونستم، یعنی اینکه وقتی خب اونا پایین تر میزدن خب منم دیگه میگفتم خب دیگه مثلا رکوردم بالاتر، وقتی خیلی اون جو سنگین باشه صد درصد رکورد منم میکشه بالا، و از اینجا از اونم تشکر میکنم. مرسی از اینکه وقتتو در اختیار ما قرار دادی.